برای نصب مندلی ما فقط کافی اون فایلی رو که از سایت شرکت و کمپانی دانلود کردیم رو بریم سراغش و اون رو اجرا بکنیم توی این قسمت میخوایم در مورد نصب نرم افزار خدمتتون توضیحات رو عرض بکنیم خب من میرم جایی که اون فایل EXE رو دانلود کردم و برم و اون رو اجرا بکنم توی این قسمت قرار دارم طور که میبینید عبارت هستش نسخه 1.19 خب روش دبل کلیک میکنم تا اجرا بشه خب عبارت خوش آمدگویی اومده و اینکه یه توضیحات در مورد این حالت نصب خدمتون داده که میگه میتونه شما رو راهنمایی بکنه در این زمینه و پیشنهاد داده که هر نمافزار دیگه ای را که در حال اجرا هستش بهتره ببندید برای اینکه بعضی از فایل های سیستم نیاز به آپدیت داشته باشن مشکلی به وجود نیاد خب من میام کلید عبارت نکست رو کلیک میکنم و میزنم توی قسمت بعد ما یه توافق نامه ای رو از کمپانی داریم که اگه نیاز میدونید میتونید اون مطالعه بکنید و یا اینکه میتونید از روی اون بگذارید اون رو به همین صورت قبول بکنید خب من میام و قبول کردن این توافق نامه رو روش کلیک میکنه توی قسمت بعد ما مسیر نصب رو داریم شما میتونید توی این کادر بیاید و مسیر نصبتون رو وارد بکنید و یا یعنی اینکه از عبارت بروز بیاید و به صورت دستی اینجا محل نصب رو مشخص بکنید این حالتی که به این صورت هست مثلا سلام میتونم بیام یکی از درایور انتخاب بکنم و مسیر نصب رو برش به این صورت از اینجا تعیین بکنم حتی میتونم یک نیو فولدر جدید هم اضافه بکنم با زدن روی گزینه میک نیو فولدر رو درک کلیک میکنم میک نیو فولدر رو بزنم اون قسمتی که کلیک کردم یک نیو فولدر جدید یک فولدر جدید برای ما ایجاد میشه خب من فعلا چیزی رو نمیخوام مسیر رو تغییر بدم روش کنسل میکنم حالت بعدی حالتی که گفتم تو این کد میتونید مسیر رو قرار بدید به چه صورته به این صورت هستش که توی ما کامپیوتر میرید اون محلی که میخواهید نصب کنید مثلا به اصطلاح من میخوام تو همین پوشه توی همین قسمت در مفصل نصب بشه میام توی همین قسمت باز میکنم سفر رو از این قسمت این عبارت که اومده مسیر رو برای ما مشخص کرده فقط کافیه روی کادر جلوی اون یک کلیک بکن تا که میبینید به حالت انتخاب شده در میاد و مسیری که من طی کردم از درایو سی تا به این قسمت برسم رو شما میتونید به صورت پوشه پوشه اینجا مشاهده بکنید من فقط کافیه کلیک راست بکنم کپی رو بزنم و بیام توی این قسمت کلیک راست بکنم و پیست رو بزنم تا اون مسیری که اینجا مشخص شده اینجا قرار بگیر خب من نمیخوام تغییر ایجاد بکنم روی عبارت نیست کلیک میکنم قبل از اینکه نیست رو بزنم این قسمت هم توضیحش خالی از لطف نیستش شما اینجا مشاهده میکنید که یک 173 مگابایت چی رو اینجا مشخص شده این 173 مگابایت چیه؟ این 31 گیگ چیه؟ این 173 مگابایت مقدار حافظه ای هستش که نرم افزار نیاز داره تا بتونه به درستی اجرا بشه و کامل بتونه این نرم افزار روی سیستمتون نصب بشه و این 31 گیگ مقدار حافظه ای قابل دسترسی به اون درایوی که شما انتخاب کردید هستش من الان درایو سی رو انتخاب کردم مقدار حافظه ای که برای ما مشخص کرده سیو یکی گیگ حالا من میام مثلا درایو دی رو انتخاب میکنم همونطور که ببینید تا عبارت دی رو میذارم حافظه ای که اینجا برای من در دسترس تغییر میکنه خب من میام سی رو قرار میدم خدمتتون بگم که سی بزرگ یا کوچیک هیچ تفاوتی نداره توی انتخاب درایو که شما میخواید درایوی که شما میخواید نصب بکنید خب من نیکست رو میزنم به همون صورت پیشفرز باشه توی قسمت بعد میاد و میگه شما میتونید یک فولدری رو تعیین بکنید در استارت منوی ویندوزتون یه سری منوها رو من از قبل اینجا دارم من میتونم از همین منوها استفاده بکنم مثلا من بخوام بیام و داخل پوشه این نوت بیام و این رو نصب بکنم و فقط کافیه که روی ان کلیک بکنم همونطور که می‌بینید داخل پوشه ان داخل استارت منوی من یه پوشه به اسم مندلی دسکتاپ ایجاد میشه که داخل اون من یک میانبری از نرم افزار رو دارم مزار از استارت منو هم پنجره ای این گوشه هستش که شما میتونید دسترسی مختلفی رو داشته باشید به میانبرهایی که برای نرم افزارها اینجا ایجاد شده خب یا من میتونم کلاً به همین صورت این قسمت رو پاک بکنم و بگم یک پوشه در کنار همه پوشه هایی که داخل استارت منو هستش به عنوان مندل دسکتاپ ایجاد بکنه و شورتکات نرم افزار و میانبر نرم افزار رو داخل اون قرار بده اگه از این اسمی که اینجا قرار داده به صورت پیش تمایل نداشته باشم از اون استفاده بکنم فقط کافی اسم مورد نظر خودم رو اینجا قرار بدم تا پوشه جدید به اون اسمی که من انتخاب کردم قرار بگیرم و به عنوان توضیح آخر شما یک حالت چک باکس رو اینجا میتونید مشاهده بکنید که با کلیک کردن کلا این قسمت غیر فعال میشه این دقیقا کار میکنه میاد عمل ایجاد میانبر رو توی استارت منو برای ما من غیر فعال میکنه شما میگید من اصلا این نرم افزار نمیخوام میانبری داخل استارت منو برای من از این نرم افزار ایجاد بشه فقط کافیه این تیک این گزینه رو من قرار رو بدم خب من میخوام یه میانبری داشته باشم توی استارت منو توی دیستاپش رو ور میدارم میخوام یک مندلی خالی اینجا قرار بگیره و روی گزینه اینستال کلیک میکنم و منتظر میمونم تا فایل های سیستمی که نیاز هستش داخل ویندوز کپی بشن و نرم افزار نصب بشه چند لحظه بیشتر طول نمی و نرم افزار نصب میشه عبارت نسب کامل نرمافزار رو ما میتونیم اینجا مشاهده بکنیم که تأکید میکنه که نرمافزار به درستی نصب شده و هیچ مشکلی در هنگام نصب برای ما رخ نداده یه چیزی که اینجا قرار گرفته که اگه اون به حالت فعال باشه میاد و نرمافزار افزار مندلی رو به صورت خودکار بعد از زدن عبارت کلید فینیش در اینجا اجرا میکنم اگه تیکش رو بردارم دیگه نرم به صورت خودکار اجرا نمیشه تو بعض از موارد شد نیاز باشه ما نخواهیم بعد از این نرم افزار به صورت خودکار اجرا بشه خب من تیکش رو برمیدارم و اگه بخوام مثل همین حالت که میخوام بهتون نشون بدم نرم افزار به صورت صحیح و درست نصب شده و بریم روی قسمت آموزش خود نرم افزار من میام تیکش رو میذارم تا نرم افزار بعد از زدن گزینه فینیش برای من اجرا بشه خب من عبارت رو میذارم و ثبت میکنم تا نرم افزار مندلی برای بار اول روی سیستم عامل که من اینجا دارم اجرا بشه خب اون رسمت این قسمت مثل اینکه دسترسی به اینترنت نرم افزار رو میخواد برای من مشخص بشه که توی سیستم آبالان متفاوته برای خود نرم افزار نیستش این قابلیت خب بله همونطور که ببینید ما تنجره خوش نرمافزار نرم افزار رو اینجا میتونیم مشاهده بکنیم و میتونیم یک نام کاربری داخل نرم افزار ایجاد بکنیم. بزارید توضیحات این قسمت رو برای جلسات بعدی موکول بکنیم و تا اینجا که مربوط به نحوه نصب نرم افزار هستش رو جلسه رو با اجازهتون خاتمه بدیم.